ایران آقای ایلان ماسک یک هشداری داده در باب جنگ اسرائیل با گروه حماس و در یک توییتی پاسخ داد به یکی از خبرنگاران مثل اینکه در مورد جنگ اسرائیل و حماس و اظهار کرد که بله اگر این جنگ به این سودی تموم نشه اینا اروپا میتونه دچار مشکلات زیادی بشه اگر اتحادی اروپا تغییری در سیاست ها در جای دیگه هم صحبت کرده و گفته اگر اتحادی اروپا تغییری در سیاست های مهاجرتی خود ایجاد نکند یک جنگ قریب الوقوع داخلی در اروپا رخ خواهد داد اگر اوضاع کنونی به همین منوال ادامه پیدا کند جنگ داخلی در اروپا محتمل است جنگ اسرائیل ادامه پیدا کنه شاهد تجزیه اروپا خواهیم شد خب چند روز پیشم که جور جورجیا مولونی نخست وزیر ایتالیا شاهد بودیم که برگشت که تمامی کشورهای اروپایی بر روی ضرورت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در مرزهای اروپا موافقت کردند یه اتفاقاتی افتاد بعد از این اتفاق در حقیقت اسرائیل و حماس و ما شاهد فیلم هایی در اروپا بودیم که دو موردش رو یکی جلوی اینکه در ایتالیاس در ایتالیا این صحنه رو داشتیم میدونیم که هواداران فلسطین و حماس ریختن و کلی جنجال کردن نگاه کنیم خب این هم جاله دفتر بی بی سی در لندن هست که خب شما میبینید چه سطحی از هواداران فلسطین که همم هم گفتم من یه بار رفتم لندن اصلا انگار رفتم بغداد میدون امام حسین رفته بودید اون موقع من ماجرا ما 13 سال پیش الان 13 سال خارجم در میدون امام حسین ما مثلا یه سری پلاستیک فروشی ها بودن که جارو یا پلاستیک سبد آبکش اینا از بیرون مغازه‌شون هم آویزون بود تش چه میدونم چیزای پلاستیکی شما لندن میری یه همچین صحنه ای میبینی انگار وارد اصلا میدون امام حسین تهران شدی یا میدون خراسان مثلا شدی یه تو این همچی فضا یا چارا مولوی وارد مولوی شدی برخی از مناطق لندن اصلا باورت نمیشه لندنه انگار وارد مثلا یکی از شهرهای عرب نشین منطقه خودمون شدید اتفاقی که الان ایلان ماسک هم اومد هشدار داد و ما این صحنه ها رو داریم میبینیم این حاصل اشتباهیه که در اروپا انجام دادن ببین اروپا یا خیلی خوب میدونن اسلام چه کسافتیه یعنی این دامنشون رو میگیره من قبلا صحبت کردم اینجا یه کوتاه صحبت کنیم به خاطر حرف ایلان ماسک که الان قضیه فلسطین پیش اومد ما شاهد یک جریان جدی فلسطینی بودیم ببینید تصور اروپایی این بوده که یعنی در استعماری که ایجاد کردن از 300 سال پیش که بحث نفت منطقه ما پیش اومد گفتن ای آقا اینجا یه ایدولوژی ندارم به نام اسلام که عقب افتاده است ما میتونیم با دستکاری کردن این اسلامه که برها اسلام هم یک پدیده که شما هر جور دلت بخواد میتونید حالتش بدید دیگه برای که قرآن دو سومش در حقیقت ناسخ و منسوخه و تناقض و زندگی خود محمد پر از تناقض بوده از مکه تا مدینه در یک جا گفته لا اکرف ولی نقزش کرده گفته یا قتلون فی سبیل الله بسم الله الرحمن الرحیم یا کافران را هر جا پیدا کردید بزنید بکشید رم نکنید یعنی همه اینا هست شما در دنیای اسلام اگه کسی بخواد یه اسلام رحمانی به دست ما بده میتواند به استناد به برخی از آیات اینو بگه ولی کسی هم که مثل داعش بخواد بگه آقا بزنید بکشید درن همه رو سرویس کنین اونم میتونه انجام بده و آره اینم حالا جالبه که این تجمعات توی اروپا و استرالیا زیاد بود ولی در تهران جمعیتی هم که جمع شدن برای فلسطین شوخی بود یعنی جمعیت تو لندن و توی اروپا خب خیلی بیشتر جمع شد ولی مسئله اینه که در دنیای اسلام شما هر تفسیری یعنی به ازای یک میلیارد و مسلمان یک میلیارد و خورده ای ما تفسیر اسلام داریم اصلا فراتر از این یه چیزی بگم برای اولین بار که هیچ کدوم از اسلام شناسا نگفتن به ازای 23 سال حکومتی که محمد کرد آقا 23 سال رو به ضبط داره 365 روز سال کنیم ببینیم چند روز میشه من یه چیزی میخوام بگم اصلا پشماتون بریزه محمد 23 سال اعلام اسلام کرد ضبط داره 365 روز میشه 8395 روز محمد مدعی اسلام بوده به ازای 8395 روز محمد هر روز یک اسلامی داشته خیلی پشمریزون ریزون بود این حرفا یعنی خود محمد هر روزی که بالا میشد تفسیرش از اسلامی که خودش آورده بود یه چیز بود یعنی ما اگر اسلام را مبناش و محمد قرار بدیم ایشون نزدیک 8000 نزدیک را دقیقا 8395 روز ایشون اسلام در حقیقت تبلیغ کرده از لحظه ای که چل سالگی بوده اعلام کرده که من به سطمه تا لحظه ای که به درک واصل شده 8395 روز به ازای هر یک روز محمد یک روز یک تعریف جد... جدایی از اسلام داشته از این پدیده یه پدیده ای که اروپا شناسایی که گفت خب اوکی ما عدل این میتونیم مثلا در هند که بخوایم یه مقدار در حقیقت حرکت هایی داشته باشیم اینا میتونیم یه چند تا فرقه به مانند قادانیه درست کنیم در عربستان میتونیم فرقه هایی به مانند وهابیت رو ایجاد کنیم در ایران میتونیم از دل جریان شیخیه که دنبال امام زمان هست جریان بابیت و از دل جریان بابیت ازلیان و بهاییت رو شکل بدیم و بعد از اون تا به امروز جریان دراویش مثلا انواع و اقسام جریان دراویش انواع و اقسام بعد فرقه های مختلف در درون شیحه اسنه حشری ما همشون بخش قابل توجهش حالا همشون هم نه بخش قابل توجهشون زیر سر اروپا یعنی در رستشون انگلیس اینجا دیگه خب این کار انجام دادن که آقا چیکار کنن منطقه ما رو استعمار کنن نفت ما رو ببرن من اینجا در جلسه که بودم بهشون گفتم خب شما این کاری که کردید یه چیز توجه نداشتید وقتی که با این کارتون خب شما نیاز داشتید که کشورهای منطقه ما بیفتن به جون همدیگه بجنگن دیگه جنگ ایجاد کنن وقتی که این جنگ ها شکل میگیره تولید مهاجر میکنه شما به خاطر جنگ جهانی اول دوم که با کاهش در حقیقت انسانی مواجه شدید کاهش جمعیت مو... کاهش جمعیت و جمعیتتون رو رشد منفی گرفته بود شما مجبور شدید مهاجرت پذیری کنید دیگه از اون برم مهاجرانه حالا این چیزی که شما بهش میگید خاورمیانه میانه جنگایی که راه انداختید مهاجر تولید کرده و حالا اینا اومدن اروپا و شما هم اینها رو قبول کردید و فکر کردید که مسلمان جماعت که در سیستم اروپایی زندگی کنه حل میشه در دنیای اروپا ولی توجه نکردی این ما ایرانیا هستیم که سری حل میشیم جریانات اسلامی چون ما ایرانیا مسلمان فیکی میادتون باشه ایرانی جماعت اول آخر مسلمان پلاستیکیه شیعه یعنی اسلام پلاستیکی حالا این به من فشار میاره کجا میاره اینکه شیعه پلاستیکی بیشتر از خود اسلام واقعی آهنی داره دهن ما سرویس میکنه این خودش یه چیز جالبی شده دیگه ولی ما ایرانیا چون مسلمان پلاستیکی هستیم وقتی که میایم در اروپا خیلی سریع حل میشیم در جوامع اروپا ولی مسلمان دیگه نه مسلمان دیگه اینا واقعا چون سنی اسلام اورجینال رو دارن اسلام واقعی رو دارن اینا حل نمیشن که و اسلام هم پدیده است به مانند یک زندان یعنی شما هر جا بری زندان تو با خودت میبری مثل جی پی اس میمونه همه جا رادارت باهاتری میتونم ببیننت اسلام یک زندان است که تو توی عربستان باشی تو تهران باشی یا تو وسط لندن باشی مریضی خودت با خودت میبری مثل آقای مهاجرانی دیگه یعنی سید یه خود اسلامش دوزش بالاتره تازه اسلام پلاستیکی رو داره ولی چون دوزش بالاتره تهران بوده همین عقب افتاده بوده الان توی لندن هم هست همین عقب افتاده است نگران مثلا عدم برگزاری تولد بریم عمله خب این باعث چی شده ببین وقتی که میگیم آقا با پلیدی نباید بریم یه حرکتی کنیم ما مثلا شیعه رو درست کردیم شیعه پلیده دیگه ما شیعه رو پر از دروغ و پلیدی کردیم که به اسلام ضربه بزنیم در حالی که فرهنگ ما میگه راه در جهان یکیست و آن راه روسی راه, راه, راستیس. خب ما با فرهنگ راه در جهان یکیست و آن راه راستیست اومدیم شیعه پر از دروغ درست کردیم نتیجه چی شد؟ بعد از 1400 سال داره درن خودمون رو سرویس میکنه اروپا هم همین کاره کرده اروپا هم برای که منافع خودش را در خاور میانه حالا به قول اینا خاور میانه بتونه تأمین کنه اومد از اسلام استفاده و بهره برداری کرد که بتواند منافع خوش رو تعمین کنه ولی چون با پلیدی داره این کارو میکنه دیگه پلیدی چیه استفاده از فرقه های مختلف دستاز اسلامی که وسط انگلیس شکل گرفته نتیجه چی شده نتیجه بعد از چند دهه گسترش بچه های مهاجر مسلمانه که حل نشدن با کشورها با یا با فرهنگ غربی و الان برای اینا موزل شدن الان براشون موزل شدن مثل همین داستان الان مثلا فلسطین و غیر اینا شدن و بله اروپا به نظر من در آینده اگر این قضیه اسلام شوخی بگیره و نفهمه و بزنه اسلام تو پروفایل احترام به عقاید و اینا ته ته تهش در بهترین حالت در 2060 غرب سقوط میکنه اینا من نمیگم سازمان پیو میگه سازمان آمارشناسی به محضی که هجمون انسانی مسلمانان بیشتر بشه قواعد بازی در اروپا عوض میشه از اونورم که اروپایی ها بابت فرهنگی که الان براشون ایجاد شده یه بخشیش تو جنگ جانی اول دوم کاهش جمعیت دارد بخش بعدش هم بابت فرهنگ گلوبالیستی نگهداری سگ و گربه و فلان و همجنسگرایی و عدم ازدواج و غیره رشد جمعیتیشون منفیست و از اونور آقایون مسلمان در حقیقت خاور میانه ای اومدن و در آینده اروپا سقوط خواهد کرد مگه اینکه واقعا به این فکر برسه که آقا جان اسلام یک پدیده عقیدتی و مذهبی نیست یک ایدئولوژی سیاه هست نه اسلام را در اروپا غیر قانونی اعلام کنه که به نظر منم دیر شده یعنی خب اینا رو چیکار کنه الان اسلام شبه. یه قرآن آتیش زده میشه همه خوششون پاره میکنن باید یه فکری بکنن حتی غربی آدم های باهوشی در نهایت باید یک برنامه ای داشته باشن در چارچوب فرهنگی یا قانونی حقوقی من نمیدونم اینجا دیگه من سوادم دیگه قد نمیده که اروپا الان بر اساس داده های جمعیت مسلمان در اروپا چه میتواند بکند که خطر اسلامگرایی رو در اروپا بتونه کنترل کنه الان در اروپا هر جایی که اسلامگرایی یه مقدار جدی میشه اینها میان چیکار میکنن مناطق رو تو دست میگیرن الان تو سوئد در استوکن مناطقی به مانند رینکیبی قشنگ افتاده دست اسلامگراها مناطقی به مانند حسبی آکالا اینا الان قشنگ افتاده دست جریانات اسلامگرا حالا تو سوئد زندگی کردن تو تو بروکسل میدونم چند تا منطقه حالا حتما تو جایی دیگه هم هست که حالا من دیگه اطلاعات ریزشو ندارم به حال هشدار ایلان ماسک هشدار درستیه و اگه اروپا به همچنان خوش بزنه به اسکولیت که آقا نه اسلام به یه باوری بعد احترام بذاریم وایسه که چوبشو بالاخره خواهد خورد پاینده ایران و بدرود